ریشه ها و دلایل دشمنی ایران و اسرائیل چیست؟ امکان رابطه ایران و اسرائیل وجود دارد؟ پایان دشمنی ایران و اسرائیل کجاست؟ سلام، به هاکری و بیسیل خوش اومدید. عنوان این قسمت از برنامه ما ایران و اسرائیل دوستی یا تخاصم است. بابا جون نام فیلمی است درباره یک خانواده یهودی ایرانی تبار در سالهای قبل از انقلاب. این فیلم بیانگر تقابل سه نسل از یهودیان ایرانی مهاجره. گزارش اول این برنامه اختصاص داره به کمپین دوستی، دست‌هایی که به سوی ملت ایران دراز شده اما، و گزارش دوم به معرفی یک یا به نحوی بزرگترین جشن صهیونیست‌ها می‌پردازه. و گزارش سوم ما که برای ما ایرانی‌ها خیلی جالب و قابل تأمله، آموزش زبان فارسی از مقاطع راهنمایی و دبیرستانی گرفته تا بزرگترین کتابخانه تخصصی ایرانشناسی در سرزمین‌های اشغالی. پدر خودت رو داری در می‌ری. پس چی داری درست می‌کنی؟ وایسا پس آمریکا چطوره؟ یعنی land of opportunity. بزنش تربیتش کن. بابا جون فیلمی است درباره یک خانواده یهودی ایرانی تبار که نه در سالهای انقلاب بلکه در دهه 50 میلادی به فلسطین اشغالی مهاجرت کردند. این فیلم دو زبانه که از زبانهای عبری و فارسی در صحنه‌های مختلف خود بهره می‌برد، درباره زندگی پسری 13 ساله به نام موتی با بازی آشر آوراهامی است که می‌خواهد در برابر پدرش و سنت‌هایی که نسل به نسل به وی رسیده بایستد. ظاهراً یووال دلشاد فیلمنامه این فیلم را بر اساس تجربیات خودش به عنوان یک ایرانی مهاجر نوشته است. فیلمبرداری بابا جون طی 5 هفته در یک مزرعه پرورش بوقلمون در روستای نقب از توابع زراحیا انجام شده است. زراحیا یک موشاو در جنوب اسرائیل است. موشاو نوعی مزرعه اشتراکی است که در آن هر خانواده مالکیت زمین خود را بر عهده دارد اما بعضی از لوازم تولید مشترکند. بابا جون بیانگر تقابل سه نسل از یهودیان ایرانی مهاجر است. یتزک برادری به نام داریوش دارد که به آمریکا رفته و آنجا زندگی می کند. پدر آنها بابا جون نامیده می شود که تلاش دارد همه سنت های خانوادگی ایرانی را حفظ کند و آنها را درباره پسرانش هم به کار ببندد. یوید دیان که نقش داریوش را در فیلم بازی کرده، یک یهودی ایرانی است که در لس آنجلس ساکن است. فرج الیاسی 73 ساله نیز که در نقش بابا جون ظاهر شده، یک ایرانی اسرائیلی است و مانند نقشی که در فیلم بر عهده دارد، بیشتر زندگیش را در یک دهکده کوچک در سرزمین‌های اشغالی سپری کرده است. نوید نگهبان درباره این فیلم میگوید این فیلم دریچه‌ای به بخشی از زندگی ایرانیان باز می‌کند که خودشان شاید به آن فکر نمی‌کنند. درام فیلم مبتنی بر تقابل اسحاق با موتی است. موتی برنامه‌های دیگری برای آینده‌اش دارد و نمی‌خواهد راه پدر و پدر بزرگ خود را ادامه دهد. دیان و نگهبان که در فیلم هوملند در نقش ابونظیر بازی کرده، در فیلم سنگسار ثریا میم نیز در کنار هم ایفای نقش کردند. فیلمی که در سال 2008 ساخته شد تا از حکم سنگسار سوژه ای علیه مجازات اسلامی بسازند. رویکرد جدید سینمای اسرائیل به ایران را باید از منظری فراتر از عرصه سینما مشاهده کرد. موج نوع سینمای اسرائیل در رابطه با ایران به شدت متأثر از سیاست فرهنگی تطبیع این رژیم است، یعنی عادی سازی روابط میان اتباع این رژیم با ایرانیان. آقای رائفی پور، یکی از موضوعاتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مباحثی رو هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌الملل به همراه داشته،
دشمنی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل بوده. 38 سال پس از انقلاب اسلامی هم این موضوع به صورت مستمر ادامه داشته و هنوز هم ادامه داره. 30 سالهای اخیر هم مباحثی مطرح میشه در خارج از مرزها مبنی بر این که ایران و اسرائیل میتونن با هم دیگه دوست باشن. میخوایم نظر شما رو در این مورد داشته باشیم که آیا واقعا ایران و اسرائیل با هم دیگه دشمنن؟ دلایل دشمنیشون چیه؟ و آیا در آینده این دو طرف میتونن با هم دوستی و رابطه‌ای برقرار بکنن یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض بکنم که وقتی ما راجع به دشمن صحبت میکنیم، این اصلا توی واژه دشمن هم داریم. یه دشمن، دش در زبان فارسی پیشوندی که به عنوان در واقع تضاد میاد، مثل دشنام، ضد نام. دشمنم یعنی کسی که ضد منه. پس اول باید من تعریف بشه تا ببینیم تا موقعی که این من همان منه، دشمنم تغییر نمیکنه. خب اگر این منه تغییر کرد، یعنی این هویت تغییر کرد، ماهیت مسئله تغییر کرد، بله هیچ دشمنی در طول تاریخ مستمر نیستش. ما یک روزی مثلا ایران و عراق با هم دیگه داشتن می‌جنگیدن، درسته، اما امروز مثلا ما ایرانی‌ها داریم توی خیابون‌های عراق قدم می‌زنیم، از اون پذیرایی هم میشه. خب منتها اینجا چی تغییر کرده؟ اینجا من تغییر نکردم، اینجا اون عامل دشمنی در عراق تغییر کرده که حالا رژیم بعث بوده و صدام و اون داستان‌هایی که حالا برکنار شدن. حالا ما صحبت کرد از این که عامل دشمنی یا عوامل دشمنی بین ما و رژیم صهیونیستی چیه. اگر من معتقدم ما کماکان همان من بمانیم و اسرائیل هم همان من بماند، این تضادها و دشمنی‌ها آنقدر استراتژیکه و راهبردی است که به هیچ وجه قابل حل نیستش. ما رژیم صهیونیستی رو از این جهت دشمن می‌دونیم که روی مبانی شکل گرفته که هیچگاه با ما قابل سازش نیستش. یا او باید دست برداره یا ما آدمی بشیم که با آن اندیشه ها سازش بکنیم. اون مبانی که شما میفرمایید مسلمانه، اون مبانی صهیونیزمه. بله. پس طبق این قاعده ای که شما فرمودید، بنده اینجوری برداشت میکنم که اگر که هویت دو طرف تغییر بکنه، ممکنه که رابطه ایجاد بشه، اون چیزی که شما ازش به عنوان من نام میبرید. اما اگه این هویت ها پابرجا بشه، به هیچ وجه دشمنی و رابطه و دوستی برقرار نخواهد شد. و این هم مرتبط فقط بین ایران و رژیم صهیونیستی نیست، بین هر دو دشمن این قاعده برقراره. یک چیز به قول یک اصله بین هر دو دشمنی، تا موقعی که اون در واقع دلایل دشمنی باقی باشه هیچ سازشی نخواهد. خب این دلایل دشمنی که شما ازش نام میبرید چه چیزایی میتونه باشه؟ ببینید ما یک انگاره وجود داره، یا بگیم یک پیش انگاره وجود داره که ما مثلا فکر میکنیم ما بعد از انقلاب یا همچین اتفاقی در واقع افتاده. من رو این بحث دارم، یعنی سابقه تاریخی داره. بله بله، برخلاف اینکه خیلی صهیونیست‌ها دوست دارن این رو بولد بکنن که بگن آقا ما بعد از انقلاب اینطور شد، ما قبل از انقلاب اینطور نبود. نه خیر، قبل از انقلاب هم مردم ایران به شدت بر روی رژیم صهیونیستی و اون چی به عنوان اسرائیل حالا میشناختن موضع داشتن و بسیار حساس بودن. شما ببینید بعد از ماجرای فیضیه و هجومی که به فیضیه صورت میگیره، بله، امام یه بیانیه‌ای دارن. جالب اینجاست که عامل اصلی حمله به فیضیه رو اسرائیل معرفی میکنن. خب اینجا اصلا انقلاب بوده برای مردم و مردم هم پذیرفتن. طبعا امام به عنوان فردی که داره میخواد با مردم ارتباط برقرار بکنه، نمیاد از مسئله صحبت بکنه که مردم باش بیگانه باشن، بگن چه ربطی به اسرائیل داره. مردم اینو میپذیرفتن، مردم اینو درک میکردن. و این کالبد ایرانی بودنی که اومد اسلام رو پذیرفت و حالا بعدها اسلام شیعی رو، خود این کالبد یک ویژگی هایی داشته که این نوع از حق طلبی رو پذیرفته. خب ما میدونیم، ببین، ضدیت با رژیم صهیونیستی یک سری هزینه هایی داره، اما چرا مردم ما حاضر این هزینه ها رو بدن؟ یک بخشیش برمیگرده به شیعه بودن ما، یعنی اون مذهب ما و ایدئولوژی ما. یک بخشش واقعا مرتبط با ایرانی بودن ماست. ببینید ما در گذر تاریخ خودمون وقتی نگاه میکنیم میبینیم ایثار، فداکاری، جوانمردی، پهلوانی، این در خوی ایرانی هاست. از قضا اسلام هم میاد تاییدش میکنه و یک پیوند خیلی محکمی در واقع برقرار میشه. این مربوط به این نیستش که الزاما فرض بکنیم ما بعد از اسلام، بعد از اسلام این تقویت میشه، هدفمند میشه، ساختار پیدا میکنه. کما اینکه ریشه های اختلافات بین در واقع صهیونیست ها و از ما بگیم مقوله تاریخ، چون اینا واقعا با تاریخ مشکل دارن، تاریخ رو اونجوری که دوست دارن تفسیر و تبیین میکنن، اونجوری که بخوان میسازن. من گزاره های بگیم تحریف میکنن. بله، من گزاره رو مثلا میخوام خدمت شما عرض بکنم. ببینید یک بخش این که این واقعیت قوم یهود نه به لحاظ عده و نه به لحاظ عده هیچگاه جایگاه خیلی مهمی در منطقه نداشته. این واقعیتی است، یعنی هیچگاه امپراتوری عظیمی رو تشکیل نداده، هیچگاه لشکرکشی انجام نداده. ببین وقتی شما راجع به هخامنشیان صحبت میکنید،
خب اصلا یک واقعه تاریخی رو دارید میبینید، ده ها سال یک حکومت امپراتوری که از یک سر تا در واقع نزدیک های مرز چین، از اون سمت تا مصر رو در زمان داریوش رفته گرفته، اما شما در مورد یهودی ها هیچ وقت همچین چیزی رو نمیبینید. خب و اصلا حتی در اوج دوران پادشاهی یهود، آنچه که از حالا ما پیامبر میدیم حضرت داوود و حضرت سلیمان علیه السلام را اونها پادشاه میدونن، هم این پادشاهی پادشاهی محدود در همان منطقه شاماته. خب یعنی هیچ وقت مسئله قابل ملاحظه‌ای نبودن از نظر حکومت. من بحث دینیشو مطرح نمی‌کنم. یک جاهایی اینا میان واقعا یک سری بزرگ نمایی ها میکنن. خب وقتی شما مثلا راجع به کینگ دیوید دارید مثلا تو تاریخ اینها میخونید، واقعا یک جوری مبالغه و اگزاجره به مسئله میپردازن که اصلا شما فکر میکنید راجع به یک امپراتوری دارن صحبت میکنن که تاریخ به چشم ندیده همچین چیزی رو. اینجا بلوار روچیلد یکی از خیابان‌های اصلی در مرکز تل‌آویو و اینها شهروندان اسرائیل هستند. آنان در این کلیپ دست دوستی به سوی ملت ایران دراز کردند و میگویند اگر آوای طبل جنگ از تل‌آویو به گوش می‌رسد، ربطی به آنها ندارد و آن صدا نماینده آنها نیست. If you see somebody on TV who's talking about bombing you, be sure he does not represent all of us. I'm not an official representative of my country. I'm a father. این ترفندی جدید از دستگاه دیپلماسی عمومی اسرائیل است که در ادامه روند خود به کمپین رونی ادری، طراح و گرافیست اسرائیلی انجامید. کمپین ایرانیان ما شما رو دوست. I love you. 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 اما این بازی یک سوی دیگر هم دارد. ماشین جنگ روانی اسرائیل به نوش امیر، مدیر رادیوی فارسی زبان اسرائیل و یکی از حرفه‌ای‌ترین مردان رسانه‌ای اسرائیل که قواعد و فنون جنگ روانی را به خوبی می‌داند، سال‌هاست در ماهواره‌های فارسی زبان اسرائیل را نمایندگی می‌کند. البته او این روزها تنها نیست. یک جوان جویای نام دیگر نیز این وظیفه را در همان شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان دنبال می‌کند. بهیر جاودانفر، استاد دانشگاه هرتزلیا. جاودانفر سعی دارد به جای زبان تبلیغاتی منوش امیر، زبان آکادمیک را برای دفاع از اسرائیل به خدمت بگیرد تا اثر بیشتری بر مخاطبانش بگذارد. او همچنین با مواضعی که گاه علیه نتانیاهو میگیرد تلاش میکند این برنامه ها را تأثیرگذارتر کند. کمپین رونی ادری و ماشین جنگ روانی اسرائیل هر دو سیاست واحدی را از دو سوی مختلف دنبال میکنند. سیاست عادی سازی رابطه ایرانیان با اسرائیل. اما در پس این تظاهر خصومت و کینه ای عمیق و تاریخی نهفته است که در اسرائیل نشانه آشکار دارد و از قضا گاه رسانه ای هم می شود و از دیده ها پنهان نمی ماند. حقیقت این است که هر سال همین شهروندان اسرائیلی که دست دوستی به سوی ایرانیان دراز کردند، با شور و حرارتی وصف ناپذیر عید پوریم را در میدان کیکر حامدینای تل آویو چند خیابان آن سوتر از بلوار روچیلد جشن می گیرند. هیچ وقت اینا در قد و قواره امپراتوری روم نبودن، در قد و قواره حتی امپراتوری مصر هم نبودن. خب این یک واقعیت. یا امپراتوری های بزرگ رو به خودشون منتسب میکنن. این را این یکی دیگه از رویه های ایناست. مثلا وقتی امپراتوری هخامنشیان خب به عنوان امپراتوری بزرگ ازش یاد شده، اینجا شما میبینید مثلا ماجرای استر پیش میاد که آقا مثلا اون کسی که در نهان دستور میداده به خشایارشاه یک یهودی بوده به اسم مردخای، به واسطه دختری که به دربار خشایارشاه میفرسته میتونسته تصمیم سازی بکنه. من نمیگم این همچین چیزی وجود نداره، یکی از شیوه های یهود در طول تاریخ نفوذ بوده. خب منتها اینکه اینو اینقدر بولدش میکنن، اینقدر میخوان بگن ببین اونجا هم اگر چیزی هست باز از ماست. الان ببین یه نکته من خدمت شما عرض بکنم که ببینید دلیل این دشمنی چی میتونه باشه. نگاه کن سر ماجرای مثلا استر و مردخای، ماجرا نقل بر اینه که اینها با یک توطئه تونستن 70 80 هزار ایرانی رو قتل عام بکنن. در طول 3 روز این اتفاق افتاده. ببینید اصلا ما الان بحثی بر سر این نداریم که این درسته یا غلطه. من میخوام یه مسئله رو مطرح بکنم، برخی برداشت غلط میکنن از این. اصلا فراتر از این ببینیم و بیسیک تر و ریشه ای تر ببینیم. اصلا صحبت بر سر این سوی اصلا درسته یا غلطه. درسته. همچین اتفاقی افتاده، دو حالت که بیشتر خارج نه، درسته درست نیست دیگه. اگر درسته به همین شکل و این تعدادی که اینها میگن انجام شده، خب این چه ربطی به یهودیای الان داره؟ اجدادشون یه قتلامی انجام دادن، به یهودی الان هم ایرادی وارد نیستش. ببینید آقا محمد خان قاجار حمله میکنه به کجا؟ به گرجستان، کل قتلام انجام میده. نادرشاه حمله کرده به هند، کل کشتار انجام میده. ما راضییم؟ من به عنوان ایرانی راضییم، چنین کشتاری نبودم.
من اعلام میکنم، من براءت اعلام براءت میکنم از اندیشه آقا محمد خان قاجار نادرشاه. پس یا درست این حالته یا آقا اصلا درست نیست. اگر درست نیست، خب این در یک کتاب دینی اومده، کتاب استرم از مجموعه تنخه، خب بالاخره از مجموعه کتبی می دیگه، یعنی در اون کتابها این 39 تا کتاب دارن، 5 تا تورات، 2 تا 17 تا یکی پیامبران، یکم کتابها در مجموعه کتابها، خب کتاب استر اومده یا مجموعه دینیه، آره بیان بیان اصلاحیه بدن آقا ما اینو قبول نداریم، اشتباه بوده، تحریف بوده. مثلا در کتب دینیشون اومده به صورت مستند. بله بله. خب بیان اعلام بکنن نیست. آقا ما میگیم آقا فلان حدیث رو ما علما بررسی کردن، آقا این مثلا سندیاتش برش خدشه وارده. درست شد؟ اینو میذاریمش کنار. خب اینا بیان هم چیزی اعلام بکنن. اما داستان اینها یه چیزی فراتر از اینه. سوای این که اصلا این صحت دارد یا ندارد، اینها بابت این داستان الان خوشحالن. یعنی تاییدش میکنه. بله خوشحالن و دارن جشن میگیرن هر سال. شما الان برید نگاه بکنید، ببینید در اسرائیل هر سال در عید حالا پوریم یا پوریم، شما برید نگاه بکنید ببینید چطور جشن میگیرن، جشن هامان سوزی میگیرن. اصلا مهم نیست اون واقع درسته یا درست نیست، فرض رو بر این میذاریم دیگه. تو چرا انقدر خوشحالی بابت این؟ حرف ما اینه، شما چرا انقدر خوشحالی؟ تو بابت این کشتار خوشحالی؟ من کاری ندارم اصلا آقا محمد خان قاجار به گرجستان حمله کرده یا نکرده، اما الان دارم جشن میگیرم، گرجی ها نباید ناراحت بشن؟ مسلمان خب این ربطی به اسلام ما داره؟ نخیر، کاملا این ما قبل اسلامه. از قضا مربوط به ماجرایی است که در اوج قدرت ایرانی از نظر کشورگشایی بوده در زمان هخامنشی، ما دیگه بعد از هخامنشیان همچین چیزی ندیدیم دیگه به خودمون. خب خب این بعد الان در واقع تر بشه، هم جوانای ما بدونن، خب همون چیزی که حتی نگاه ملی دارن. خب بیا تو چرا میذین انقدر خوشحالی؟ ببینید شما نگاه نکن بیاد یه کلیپ میسازه که آقا ما با مردم ایران دوستیم، یه سایتی میزنه که آقا مثلا بین تهران و تل آویو بین مردمش دوستیه و میخواد این دشمنی رو تقلیل بده به یک نگاه حاکمیتی، بگه بین حاکمیت ایران و مثلا ما دشمنی وجود داره. نه خیر، شما هر روز مردمتون دارن این روز جشن میگیرن و این توهین به تاریخ منه. یعنی که بدنه جامعه صهیونیست ها با مردم ایران مشکل دارن و تمامی این تحولاتی که اتفاق میفته از جمله پوریوم و جشن هامان سوزی که برگزار میکنن، همه اینا در راستای ادامتیه که جامعه صهیونیست نسبت به ایرانیا داره. بله خب ببین اینا برداشت من بود، درسته؟ ببینید حالا خیلی شما در واقع محکم گفتید، من نمیگم به این شکل، اما این یه واقعیته. خب این چطور میتونه دم از دوستی بزنه در حالی که داره تاریخ من رو و مردم ما رو در واقع تحقیر میکنه و بابت این کشتار شاده. خب شما ببینید در جشن هامان سوزی چیکار میکنن اینا؟ یک نونی رو شبیه هامان درست میکنن، با چاقو تکه تکه میکنن، مجسمه یخیشو درست میکنن بین آتش میگذارن، یا مجسمه‌شو به آتش میکشن، اینقدر در واقع مسکرات صرف میکنن، میگن که مست مست میشن و اون روز ظاهرا مثلا الا جایزه ایرادی نداره. خب به قول قهقههای بدمستی طرف خنده های بدمستی میکنه، بعد انتظار داره که مثلا این مبنای اصلا که بحث دینی نیست، کما اینکه بنده معتقدم ریشه های دینی این دشمنی جدی تر از ریشه های ملی است. ببینید یهود نه به عنوان یهود دینی، چون این مشکل اصلا وجود داره، ما وقتی کارشناسا راجع به یهود داریم صحبت میکنیم خودمون دچار یک سرگشتگی هستیم که ما در راجع به دین داریم صحبت میکنیم، راجع به یک نژاد واقعا مشکل وجود نه. من اون بحث دینیشو عرض کردم ابتدای عرایضم که هیچ مشکلی بابتش وجود نداره، از ادیان ابراهیم محترم من چشم جا دارن، منتها وقتی به عنوان یک نژاد داری صحبت میکنی، چون این از هیچگاه هیچ نشونه از مطرح بودن تو منطقه و تو اثرگذاری نداشته، خیلی دنبال اینه که یک جوری خودش رو مثلا سر زبونا بندازه، تاریخ سازی بکنه. شما نگاه کنید الان مثلا زیر معبد سلیمانو بزرگترین غارهای دستساز بشری مال اونجاست دیگه، زیر مسجد الاقصی. بله حالا اونا میگن معبد سلیمان دیگه، سوراخ سوراخ کردن که یک چیزی پیدا بکنن که حتی تو هم منطقه که مدعی ما مال اونجا بودیم، حالا لازم نکرده بیان مثلا تو ایران پیدا، تو نیل تا فرات نه، توی همون منطقه که مدعی ما همونجا بودیم، همونجا که یکی از پادشاهان ما چون از سلیمان پیامبر نمیدونن آنجا بوده، اونجا رو واقعا حفر کردن، یک کاری اصلا مشکلاتی وجود نداره، لازم ممکنه مسجد الاقصی خراب شه بخاطر اینکه بنیه و شالوده و در واقع فونداسیون اونجا رو از بین بردن. خب این دنبال چیه؟ ببینید این میخوام بگم حتی با تاریخ هم صادقانه برخورد نمیکنه و یک بی‌هویتی در اینها هست. من یادم یه بار یکی از مسئولین ما یه عبارتی استفاده کرده بود که صهیونیست‌های بی‌فرهنگ. من یادم اون بره فکر میکنم هارتس بود، یک مقاله نوشته بود که این آقا داره راست میگه، ما واقعا چیم؟ تایید کرده بود. و تایید کرده بود، یعنی خیلی صادقانه برخورد کرده بود اینجا. خب و اون سکولارهای در واقع ساکن در اسرائیل، خب که آقا ما چیم؟ ما یه فرهنگ مشترک داریم بین من و اون روسیه‌ای که از روسیه بلند شده اومده سالهاست داره اینجا زندگی میکنه و هر بار ما میخوایم یک اخبار عبری براش پخش بکنیم باز زیرنویس روسی بشه.
شما بفهمه اصلا چیه. سالا سال اینجا زندگی میکنه. بین حالا نژادیه، خب بین یک یهودی اشکنازی چشم آبی و اون یهودی فلاشر که از سودان و اتیوپی برش داشتن بردنش اونجا، خب چه اشتراک نژادی وجود داره؟ خب اصلا هیچ مبنایی وجود نداره. من در واقع اصطلاحی که میخوام استفاده کنم اینه که اسرائیل هویت خودش رو در بی هویت سازی دیگران داره به وجود میاره. یعنی با شلوغ کردن، در هم انداختن، تفرقه ایجاد کردن بین بقیه، به لحاظ نژادی، به لحاظ دینی، هر طریقی فرهنگی، هی داره نفس میکشه. خب عین یه مثال خیلی ساده و عامیانه میخوام بزنم. من عمرم 14 تو مدرسه، یه کسی از تو همون کلاس نمرش 17ه، من نمیام نمره خودم کنم 18، میام انقدر بلا سر اون میارم چون بیاد بشه 13 12 11 ده، حالا بیفته اصلا. عموم رفتارهاشو نگاه کن. مثلا آمیها آیلون رئیس اطلاعات داخلی رژیم صهیونیستی بود، این رسما اومد گفتش که آقا ما برای در امان ماندن از محور مقاومت باید از اهل سنت استفاده بکنیم، یک سنگری از اهل سنت بسازیم، بعد یک ائتلاف عربی سنی به وجود بیاریم در مقابل شیعه. خب بعدن شما میرید توی همین نگاه در واقع تکفیری که ما برادران اهل سنتمون این تکفیری رو واقعا جدا میدونیم، خب این شکل گرفت، یعنی آوردن این تکفیری ها رو اینا که بتونید ببینید، یعنی این نگران این که یک روز شیعه و سنی به هم نزدیک نشن، چون اگه نزدیک بشن چیزی تحت امر اسرائیل نخواهد بود به همین صراحت. یعنی در نبود دیگرانی تعریف میشه یک نگاه تو این سایر ساخت شده، یک نگاه نژادی وحشتناک که بقیه جنتیل یا گویی میدونه بقیه حیوانن، حیوانات دوپان. خب این چه نگاه حقوق بشریه بر مبنای هر آنچه که امروز اصلا اسلام یا ادیان دیگه میگن؟ نه، بر مبنای همون چیزی که امروز چه میدونم کشورهای دنیا دور هم جمع شدن حقوق بشری برای خودشون تنظیم کردن، خب این کجا جا داره؟ یا مثلا اصلا کشوری که مرزهاش هنوز مشخص نیست، یه اساسنامه‌ای نداره، یه قانون اساسی نداره، خب این چیه؟ اصلا خیلی بی‌هویت. تو کجایی؟ تو دینت چیه؟ تو مذهبت چیه؟ ببین این خیلی چجوری بگم، یه عاشق به قولی شعله قلمکاری از تمام تضادهاست. برای اینکه تضادها دیده نشه همیشه میاد دست میذاره، تاریخی بحث میکنه، مذهبی بحث میکنه. پوریم جشن نسل کشی 77 هزار ایرانی در دوران خشایارشاه پادشاه هخامنشی است. داستان این گونه است: استر زیبا با نقشه پسر عموی سال خورده‌اش مردخای که در مقام پدر و راهنمای اوست همخوابه خشایارشاه می شود، دل او را می رباید و ملکه ایران می گردد. هامان وزیر پادشاه که به دشمنی با یهودیان متهم است و دشمن یهودیان خوانده می شود با دسیسه استر به دار آویخته می شود. در ادامه یهودیان با حمایت استر و مردخای به کشتار گسترده مخالفان خود دست می زنند و 77 هزار ایرانی بیگناه را در طی 3 روز با قساوت تمام به قتل می رسانند. روایت کتاب مقدس یهود از این واقع چنین است: و یهودیان بر دشمنان خیش استیلا یافتند، ترس ایشان بر همه قوم ها مستولی شده بود، جمیع رؤسای ولایت ها و امیران و والیان و عاملان پادشاه یهودیان را اعانت کردند، زیرا که ترس مردخای بر ایشان مستولی شده بود. پس یهودیان جمیع دشمنان خود را به دم شمشیر زده کشتند و هلاکت کردند و با ایشان هرچه خواستند به عمل آوردند. و یهودیان در دارالسلطنه شوشن 500 نفر را به قتل رسانیده هلاک کردند. 10 پسر هامان بن همداتای دشمن یهود را کشتند و جسد 10 پسر هامان را در شوشن به دار آویختند. در روز 14 ماه آذار نیز جمع شده 300 نفر را در شوشن کشتند و سایر یهودیانی که در ولایت‌های پادشاه بودند 77 هزار نفر از مبغضان خیش را کشته بودند. در روز 14 ماه آرامی یافتند و آن روز را بزم و شادمانی نگاه داشتند. کتاب استر باب 9:1-17. قرنها پس از هولوکاست ایرانی کشندگان ملت ایران هنوز این نسل کشی را با شادخواری و شادنوشی جشن می گیرند و آن را عید پوری می نامند.
جشن اساطیری پوریم، نخستین واکنش صهیونیسم باستانی و غیر رسمی بر ضد مخالفان خود به شمار می آید که بذر قساوتی کم نظیر را علیه دشمنان در ضمیر قوم یهود می پراکند و پاسداشت آن در جهان امروز بازتابیز از کینه و عداوت صهیونیست ها از ملت ایران. این کینه و دشمنی در ژرفنای تاریخ محبوس نمانده است، بلکه با پیدایش رسمی صهیونیسم و تأسیس موجودیت صهیونیستی تولدی دوباره یافته و با کسانی چون نیمرودی و نسل امنیتی بعد از او امتداد یافته است. My friends, I've come here today because as Prime Minister of Israel, I feel a profound obligation to speak to you about an issue that could well threaten the survival of my country and the future of my people. Iran's quest for nuclear weapons. We're an ancient people. In our nearly 4,000 years of history, many have tried repeatedly to destroy the Jewish people. Tomorrow night, on the Jewish holiday of Purim, we'll read the book of Esther. We'll read of a powerful Persian viceroy named Haman, who plotted to destroy the Jewish people some 2,500 years ago. But a courageous Jewish woman, Queen Esther, exposed the plot and gained for the Jewish people the right to defend themselves against their enemies. The plot was foiled. Our people were saved. Today, the Jewish people face another attempt by yet another Persian potentate to destroy us. Iran's supreme leader, Ayatollah Khamenei, Iran's supreme leader, Ayatollah Khamenei, spews the oldest hatred of anti-Semitism with the newest technology. He tweets that Israel must be annihilated. He tweets. اونچه که من از صحبت‌های شما فهمیدم مثل اینکه دشمنی ایران و اسرائیل خیلی قبل‌تر وجود داشته، اما طبق اسناد تاریخی دشمنی که الان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به وجود اومده خیلی فراتر و بیشتر از اون چیزیه که قبل از انقلاب اسلامی بوده. توی اسناد تاریخی ما هر چقدر بگردیم دشمنی بین ایران و اسرائیل و اون صهیونیست‌هایی که قبل از انقلاب اسلامی بودن خیلی کمتر از اون چیزیه که بعد از انقلاب اسلامی بوده. دلایلش آیا بعد از انقلاب اسلامی به سمت ایدئولوژیک و مذهبی رفته یا اینکه نه به مانند همون دشمنیایی بوده که قبل از انقلاب اسلامی بوده؟ ببینید، فرمایش شما کاملا صحیحه. من عرض کردم یک سری دلایل و فکت‌های بر دشمنی تاریخی وجود داره و قبل از انقلاب هم ما بین رژیم محمد رضا شاه و رژیم صهیونیستی ارتباط هست. خب اصلا سرویس‌ها با هم دیگه دارن کار می‌کنن، در این شکی نیست. منتها بین مردم نیست، بین مردم ایران نیست. اما این رو می‌خوام عرض بکنم که با آمدن اسلام به ایران و اون فاکتورهایی که اسلام در خودش داره، خب، و بعدها شیعی شدن ایران و بعدترها انقلابی شدن این نگاه شیعی، این دشمنی روز به روز بیشتر شده. خب پس فاکتور اصلی قبل از انقلاب اسلامی هم شیعه بودن. بله. این نکته اول از کردم انقلابی شدن این نگاه شیعی دیگه. قبلش اینجوری انقلابی نیست. ببینید، نگاه بکنید، مثل اینی که فرضاً یک نفر امام حسین رو خلاصه میکنه در امام حسین 1400 سال پیش و یزید 1400 سال پیش، اما یک نفر دیگه امروز دنبال یزید الان میگرده، دنبال حرمله الان میگرده که بچه میکشه. خب این دیگه فرق داره با اون. اینجا نگاه متفاوت شد. ما بعد از انقلاب این نگاه رو که یه جای تئوری بود در عمل آوردیم، پیاده کردیم. خب من بخوام مسئله برای شما عرض بکنم راجع به همین نگاه دشمنی، در واقع که ریشه‌های دینی بخواد داشته باشه. ببینید، دشمنی دینی بین اسلام و یهود، نه، من با این کار ندارم و ورودم پیدا نمی‌کنم. خب و همون اوایل هم عرض کردم که همچین چیزی من مد نظر بنده نیستش. بین تشیع و صهیونیسم، بله، هست، جدیه و بسیار استراتژیک. اصلا نگاه ما متفاوته به دنیا.
گفته‌های شما درست و متین، اما یک مسئله‌ای که وجود داره اینه که این دشمنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران پررنگ‌تر شده. بله کاملا صحیح. دلیل پررنگیش چی میتونه باشه؟ بله ببین، من یه سوالی از شما دارم. اینکه چرا شاه قبل از انقلاب ارتباطش با سران رژیم صهیونیستی رو علنی نمی‌کرد؟ چرا مخفیانه سفر می‌کرد؟ شاید به خاطر واکنش مردمی بود. احسن. پس بین مردم این دشمنی بوده. پس این دشمن مردمی است. کاری که بعد از انقلاب صورت گرفت این بود که این دشمنی بین مردم یک نگاه حاکمیتی پیدا کرد و ساختار حاکمیتی پیدا کرد. یعنی خواست مردم در دشمنی با یک رژیم ظالم مثل اسرائیل تبدیل شد به سیاست‌های حکومتی. یعنی مردم گفتن ما حکومتی می‌خوایم که اسرائیل را دشمن بداند. و فقط هم اسرائیل نبود، ما انقلاب کردیم با دو تا کشور ارتباط نداشتیم. می‌تونیم بگیم که چون حاکمیتی که از دل مردم بیرون اومد این نگاه رو بله؟ سطح حاکمیت آورد. بله، حاکمیتی که از دل مردم مسلمان شیعه بیرون آمد این نگاه رو به وجود آورد. ما بعد از انقلاب با دو تا کشور ارتباط نداریم، یک رژیم صهیونیستی، دو آفریقای جنوبی. تو آفریقای جنوبی هم مسلمان‌ها دارن کشتار میشن؟ خیر، چون اونجا هم بحث نژاد پرستی وسط بود، چون اونجا حکومت وجود داره با آفریقای بله؟ جنوبی. چون حل شد آپارتاید. بله، چون ماجرای آپارتاید حل شد. خب اونجا عامل دشمنی از بین رفت، اما اینجا هم کماکان عامل دشمنی هست، فلزا این دشمنی مستمره. خب یک نگاه شما، اگر ما ایرانی رو حالا ببینیم بعد از انقلاب میاد یه نگاه حاکمیتی پیدا میکنه، قبول، قبل از انقلاب یک ایرانی مسلمان چه نگاهی داره؟ یه سری ریشه هام اینجاست. پس ما قبل از انقلاب هم مشکل داریم که شاه جرئت نمیکنه این ارتباطش علنی بکنه. خب این دشمنی ها یک سری ناشی از نگاه های اسلامی، ما تضاد ریشه‌ای و راهبردی بین یک نگاه یک مسلمان و یک صهیونیست وجود داره در همه چیز، در همه ابعاد، از زمین تا آسمان. شما شهادت طلبی، یعنی به جهان آخرت اعتقاد داری، شما اصلا از صهیونیست‌ها چیزی راجع به قیامت نمی‌شنوید، چیزی راجع به آخر در واقع آخرت نمی‌شنوید. تمام دینشان در همین دنیا خلاصه شده، فقط دنبال اینن که روی همین زمین در واقع تسلط پیدا کنن. نکته دیگه این که اسلام بر مبنای گفتمان خود یهود، یهود رو به چالش کشید، کاری که مسیحیت نکرد. عرض کردم منظورم یهودیت صهیونیستیه. اونم چیه؟ اینکه اسلام هم داعیه اینو داره که بر دنیا حاکم بشه. خب این اختلاف خیلی ریشه‌ایه. حالا شما بیاید ببینید در نگاه شیعی این و حاکمیتی شیعی این یک نگاه آخرالزمانی هم به وجود میاد. شما به عنوان یک فرد شیعه مسلمان ایرانی معتقدید و حتی سنی مسلمان ایرانی معتقدید یک روزی فردی به نام مهدی خواهد آمد و بر کل دنیا حاکمیت خواهد داشت. اونها میگن ما از ذریه ابراهیم هستیم و ذریه ابراهیم شایستگی حکومت بر دنیا رو دارن. ما میگیم بله، سادات از ذریه ابراهیم هستن علیه السلام و اونها شایستگی حکومت رو دارن. شما ببینید تونستید اینها رو بر مبنای گفتمان خودشون به چالش بکشید. این خیلی اهمیت داره. فلزا این ریشه، این دشمنی ریشه ایست. تا روزی که شما شیعه اثنا عشری هستید که نگاه آخر و زمانی دارید، امکان ندارد این دشمنی ها حلش بشه. پس میتونیم دشمنی ایران و اسرائیل رو در 3-4 سطح تعریف بکنیم. سطح اولش ایرانی بودنه که از زمان هخامنشیان وجود داشت، که از این حیث با عموم نژادها مشکل داره، چون اون نژاد پرسته، با رومی ها مشکل داره. اصلا شما میبینید مبنای شگیری رژیم صهیونیستی این میشه که جاهای دیگه چون تحقیر شدن، تئودور هرتزل میگه بریم یه کشور داشته باشیم که یه جایی تحقیر نشه. خب چرا تحقیر میشدن؟ در فرانسه به ما، حالا ما نگاه زده یهودی ندارم، اونو داشتن، به ژوف میگفتن فیوژ، یعنی اصلا یهودی رو برعکس تلفظ میکردن، که یعنی ما معکوس اینا رو میبینیم، سر و ته اینا رو میبینیم. خب یعنی همین الان اگر واقعا مردم همونجا هم بخوان نگاه دشمنی خودشونو با صهیونیستا حاکمیتی بکنن، تمام کشورهای دنیا با اسرائیل رابطشون قطع خواهند کرد. این توی سطح، سطح اول. سطح دوم میشه اسلامی بودن این مسئله، یعنی اینکه به دلیل اینکه مردم ایران مسلمان هستن و طبق قواعد اسلامی ایران اسلامی با اسرائیل دشمنه، همانطور که مصر اسلامی با اسرائیل دشمنه، فلسطین اسلامی با اسرائیل دشمنه و تمام کشورهای اسلامی با اسرائیل دشمنه. این کار بود که امام اومد پررنگش کرد، یعنی یک اتحاد اسلامی علیه دشمن درجه اول. ما دشمن رو اهم و مهم میکنیم. کاری که امروز تکفیری کردن میدونی چی کار میکنن؟ با من ریشه صهیونیستی داره این اتفاق، که دشمن اهم و مهم رو جاش عوض کردن. میگن ما در تاریخ خودمون اول بزرگان ما و خلفای ما اول با منافقان و مشرکین داخلی جنگیدن، با اصحاب رده، بعد با ایرانی‌ها و رومی‌ها و مصری‌ها وارد جنگ شدن. ما هم اول باید مشکل خودمون رو با شیعه حل بکنیم که ما رو مشترک می‌دونن، روافض اصطلاحا میگن، بعد بریم سراغ یهودیت و مسیحیت. پس دشمن غریب و پس دشمن حتی بلی. حالا یه نکته که اینجا وجود داره چیه؟ پس تو نگاه همون تکفیری کماکان دقت بکنید، از نظر او هم یهود یک دشمن هنوز، منتها غریب و بعیدش کردن. پس کماکان هست،
حتی تو یک نگاه انحرافی از اسلام، حالا تو اسلام اصیل و اسلام نام محمدی که طبعا جای خودش. علی و مقل حسین اینجا همه چی خر تو خره. اوکی مزه خر تو خر خما به تو خما و ما کفنه به امه. چرا تو علی چی عمر יש פה בלגן, תוהו ובוהו, אנרכיה. למשל, בהקשרים שהיה עכשיו פיצוץ במקום מסוים, אז עלי עולה מול חוסן ואומר לו, אינג'ו המצ'י חר תוחרה. כלומר, הכל כאן תוהו ובוהו, הכל כאן בלגן. יפה מאוד. آموزش زبان فارسی در واحد 8200 سرویس اطلاعات ارتش اسرائیل، دوره‌ای که به گفته افسر آموزش این دوره وظیفه رسوخ در روح زبان فارسی را دارد. این آموزش فقط به سازمان اطلاعات ارتش محدود نیست، بلکه سرمایه گذاری بر دانش آموزان دبیرستانی هم در دستور کار است. دانش آموزانی که از شهر بئر السبع در جنوب فلسطین برای گذراندن این دوره برگزیده شدند تا با فراگیری زبان فارسی و بر آن به استخدام سازمان اطلاعات ارتش در بیایند و از این مهارت علیه ملت ایران استفاده کنند. اسم کوچک من عمری است و زبان فارسی درس می‌خوانم. ای زل جلال با وفا کو حسین من نور عین من نور عین من. آقای رئیس، این سیاست‌ها خیلی خوب هستند، آنها علی هستند. اینها فقط بخشی از برنامه سیستم هاکریا علیه ملت ایران است. یکی دیگر از این اقدامات تأسیس مراکز مطالعات ایران شناسی در دانشگاه‌های رژیم هاکریا در حیفا است. برای نمونه مرکز مطالعات ایران دانشگاه حیفا که مئیر ازری سفیر اسرائیل در تهران در دوران رژیم پهلوی آن را بنیان نهاده است. کتابخانه مرکزی دانشگاه حیفا، اگر میشه یه کارهایی که واقعا به جمهوری اسلامی تحسین کرد، از اون محدود چیزهایی که میشه تحسین کرد، اینی که در انتشار کردن کتاب خیلی در میشه گفت 15 سال اخیر خیلی فعالیت نشون میدن. پایه این مرکز مطالعاتی نه با بودجه دولتی که با هزینه مئیر ازری نخستین سفیر اسرائیل در ایران گذاشته شده. واحد 8200 که معادل آژانس امنیت ملی آمریکاست و قرارگاه مرکزی آن در رامات هاشارون واقع است، افزون بر آموزش زبان فارسی، ماموریت‌های مهمی چون شنود سیستم‌های مخابراتی، اجرای عملیات سایبری، جاسوسی فنی و نفوذ ویروس‌های اینترنتی مانند استاکس نت را نیز بر عهده دارد. استاکس نت ویروسی است که آژانس امنیت ملی آمریکا با همکاری سازمان ارتباطات دولتی انگلستان و واحد 8200 اسرائیل برای سرقت اطلاعات و خرابکاری در سانتریفیوژهای تأسیسات هسته‌ای طراحی کرده بود. این بدافزار با هدایت موساد به داخل ایران و برخی رایانه‌های موجود در تأسیسات اتمی نتنز و بوشهر نیز راه یافت. رژیم اسرائیل آرزوی پولیم دیگری علیه ملت ایران را دستیار دارد. این را میتوان از اظهارات بنیامین بن الیزر وزیر اسبق امور زیربنای این رژیم در سال 2008 دریافت که گفت حمله ایران به اسرائیل موجب واکنش اسرائیل خواهد شد که ملت ایران را نابود خواهد کرد. سخنان بن الیزر حاکی از آن است که رژیم هاکریا و نگهبانان آن در مواجهه با ملت ایران هنوز در فضای کینه توزانه پوری نفس میکشند. سطح سومش میشه تشیع، یعنی به دلیل این که مکتب تشیع با این نجات پرستی و با این گونه ظلم ها دشمنی داره، مردم ایران هم که شیعه هستن با اسرائیل دشمنه. احسن، کسی که امام حسین رو قبول داره مگه میتونه با یک ظالم سازگاری داشته باشه؟ ببینید آقا ابو عبدالله فرمودن مثلی لا یبایع مثله، نمی فرماد من با یزید بیعت نمی کنم، چیز واضحیه. می فرماد یکی مثل من باشه با یکی مثل یزید بیعت نمی کنه. خب یزید چی بوده شده یزید؟ وقتی شما اون گزاره هایی که یک کسی رو یزید کرده نگاه میکنید، ببینید خب این با سیاست های رژیم سرمیش اصلا مو نمیزنه. شهید مطهری سخنرانی دارن در این زمینه میفرمان که یزید زمانه تو بشناس، شمر زمانه تو بشناس. شمر زمانه تو الان موشه دایانه و همون چیزی که طبق حدیث امام حسین که شما الان گفتید. و سطح چهارمی که بخوایم تعریف بکنیم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به وجود اومد میشه سطح انقلابی.
مردم ایران به دلیل انقلابی بودنشون بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اومدن این دشمنی رو به منصه ظهور رسوندن و از سطح جامعه و بدنه جامعه به سطح حاکمیتی رسوندن و چون حاکمیت هم از دل جامعه بود این مسیر رو 38 سال گذشته تا الان ادامه داده. تا زمانی هم که این دینداری، یعنی اومدن حکومت دینی تشکیل دادن، سیاست شد عین دیانت، دیانت میگه باید با این دشمن باشی. شما در قرآن فراوان میبینید خداوند میفرماد عدو الله و عدوکم. یعنی چی؟ یعنی دشمن شما زمانی مسلمان و مؤمنید که با دشمن خدا یکی باشه. اگه یکی نباشه شما مشکل دارید. ما اومدیم عدوی، یعنی عدو خودم و عدو نارش چه قرار دادیم؟ عدو الله. گفتیم آقا اسرائیل چون دشمن خداست دشمن ما هم هست، سوای تمام مباحث تاریخی و ایرانی بودن و ملی بودن همینا. اما ای رفیق بعد به یه مسئله هم توجه کرد که الان در اسرائیل به ویژه از سوی رسانه‌ها و مطبوعاتشون داره مسئله به گونه‌ای مطرح میشه که ایران و اسرائیل میتونن با هم رابطه داشته باشن. الان اومدن در سطح سینما فیلم هایی ساخته شده مثل فیلم فلافل اتمی که فکر کنم شما هم این فیلم رو دیده باشید، شاید طنز و فانگونه باشه اما اومده یک جورایی مطرح میکنه که ایران و اسرائیل میتونن با هم دیگه رابطه داشته باشن. یا اینکه بعضی از فیلم های ایرانی که در داخل اسرائیل اکرام میشه، همه اینها برای اینه که به هم دیگه برسونه که ایران و اسرائیل میتونن با هم دیگه روابط دوستی برقرار بکنن. در قبال این حجمه رسانه‌ای و مطبوعاتی باید چی کار کرد؟ ببین خب منم بودم این کارو میکردم. چرا؟ چون وقتی نگاه میکنم میبینم عامل اصلی دشمنی نگاه مردمیه، خب یه نگاه حاکمیتی الزامن، فقط اون رو باید حل بکنم. دقیقا اسرائیل رفته سراغ علت نه معلول، میگه نگاهی که در حاکمیت وجود داره معلول نگاهی است که در عنوان علت در بین مردم وجود داره. داره میاد میگه آقا ما با شما دشمن نیستیم، ما سایت هایی زدن، کنسرت هایی دارن برگزار میکنن، خواننده فارسی زبان اونجا رو سر خط کردن، کلی از این داده کلیپ ساختن فراوان. خب میخوان تقلیل بدن. میدونی چرا؟ چون تنها راه در امان ماندنشون اینه. یعنی از طریق افکار عمومی میخوان بله بشن داره... که شاید بتونن روی حاکمیت هم تاثیر بدن. بله طبعا، خب بالاخره ما جمهوری اسلامی هستیم. جمهوری یعنی با رأی مردم حاکمیت داره انتخاب میشه، چه با واسطه چه بی واسطه، چه انتخاب رهبری با واسطه خبرگان و چه بی واسطه انتخابات مثلا ریاست جمهوری، مجلس و غیره. خب فلذا من هم جای رژیم صهیونیستی باشم در مورد دشمنم همچین کاری رو میام در واقع انجام میدم. و ببینید هر چی این نگاه غیر اسلامی تر بشه و غیر شیعی تر و غیر انقلابی تر بشه، صهیونیست‌ها موفق تر خواهند بود. اون چیزی که عقیده چون از همینجا ریشه گرفته، امت محور باشه به جای اینکه به سطح حاکمیت برسه، تمامی جوامع اسلامی به این سمت حرکت بکنن که با صهیونیست‌ها و اسرائیل دشمن باشن و مخالفت بکنن. و هستن، هیچ مسلمانی پیدا نمی‌کنید در به وقتی ما داریم صحبت می‌کنیم هیچ مسلمان، یعنی عموم مردم، حالا یک درصدی هستن الان با اون کارن، عموم مردم از اسرائیل متنفرن. منتها تنها کاری که اسرائیل انجام میده اینه که یه زمان می‌خره برای خودش، میگه ببین من دشمن نیستم، فعلا شیعه دشمنه. یک زمانی بین ما چیکار برای ما چیکار میکرد؟ بین ما ایرانی ها نگاه ضد عربی رو بولد میکرد، بین اعراب نگاه ضد ایران، میگفتن شط العرب حدودی، شاه ایران یهودی. میگه اگه یهود برای شما دشمنه ببین شاه ایران اولویت داره. ببینید وقتی اون حل میشه میاد آقا شیعه خطرناکتر، هی داره یه سدی برای خودش این جلو خودش قرار میده که مشکل در واقع حل جونش الان داره میفته. همکاری اسرائیل با کشورهای عربی همین رو میرسونه و این مداوم نیست دیگه. تا کی میخواد خودتون رو پنهان بکنید؟ یک روز این مسئله، شما دقت بکنید در بین کشورهای اسلامی، در بین مردم، عموم مردم، کسایی که نگاه ضد صهیونیستی دارن همیشه محبوبن. خیلی جالبه در مصر اسم خرماهاشون و خرماهای درجه 1 و درجه 2 و درجه 3 داشتن، بر مبنا میذاشتن روی افرادی که در خرمای درجه 1 کشون رو کسایی که ضد اسرائیل تره. اون از کجا نشد میگه؟ اردوغان زمانی که میخواد محبوبیت کسب بکنه چیکار میکنه؟ در داووس میاد یک فاز ضد صهیونیستی برای خودش میگیره که فقط چیکار بکنه؟ مردم جذب خودش. ما مردم میریزن تو فرودگاه تو ترکیه، تو ترکیه لایک میریزن تو فرودگاه بر استقبال اردوغانی که پاسخ دندان شکن داد مثلا به رژیم صهیونیستی. ببین این خواست من، نه فقط ایران، خواست هر مسلمان، خواست هر آزاده‌ایه. ببین توی بحث این که چه ابزاری دارن اینها در مقابل دشمنی با هم دیگه چیکار میخوان بکنن، یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی انجام میده ارجاع مردم به فطرت پاک خودشونه، از ظلم بدشونه. من یک تصویری دیدم از یه جوانی که در جریان جنگ 51 روزه بود یا قبل ترش، حضور ذهن ندارم، 51 روزه نوار غزه سال 2004 بل. یک پلاکارد دستش گرفته بود، یه برگه آچاری با ماژیک خودش نوشته بود I am atheist، من آتئیستم. آتئیستم یعنی چی؟ خدا رو قبول ندارم، تازه دشمن خودم هستم. بعد زیرش هم یه فوشی به اسرائیل داده بود. خب
میگه خدا رو قبول ندارم، اما به عنوان یه انسان وقتی به فطرتم رجوع میکنم اصلا نمیتونم اینا رو دوست داشته باشم. تجارت برده به طور تاریخی یکی از تخصصهای تاجران یهودی است که برای قرنها از پرسودترین تجارت ها بوده است. اما راه اندازی صنعت بردهداری جنسی و فحشا نیز از دیگر هنرهای سهمی است. تنها به استناد گزارش‌های سازمان‌های درون اسرائیل، این رژیم سالانه 750 میلیون دلار از صنعت فحشا درآمد. پس میتونیم بگیم که اگر در جوامعی مثل ایران که یک جامعه اسلامیه تعدادی از افراد وجود داشته باشن که مسلمان نباشن، بله، ادیان دیگه یه داشته باشن، میتونن با اسرائیل دشمن باشن به دلیل فطرت پاکشون. حتی یهودی، ما یهودیانی داریم، کلمیانی داریم در داخل ایران ضد با رژیم صهیونیستی، بله، تو راهپیمایی روز قدس شرکت میکنن، خب، یا در بین مسیحی ها، این همه کشورهای مسیحی نگاه ضد اسرائیل وجود داره. اینها تونستن حالا مثلا با نفوذی که در سطح جهانی در بین لابی های بانک جهانی، اقتصاد رسانه، سازمان ملل دارن، حاکمیت ها رو، همون چیزی که امام حتی عنوان مزدور ازشون یاد میکرد، حاکمیت ها رو ملزم کنن که توی نگاه یوتیلیتاریانیستی و سودمحور و ماکیاولیستی، آقا گل و بلبل گفتن با اسرائیل بر ما به لحاظ دنیوی سود دارد، با اسرائیل در افتادن اذیت و آزار به وجود، که اینو ایران داره میشکنه، داره این قبه میشکنه، روز به روز داره به این فرهنگ داره اضافه میشه و کشورهایی که دارن یاد میگیرن جلوی اسرائیل بیستن، آقا یعنی چه، این داره حرف زور میزنه. به این نگاه فقط در واقع مختص به کلیمی های داخل ایران نیستش. شما نگاه میکنید مثلا میبینید در بین برخی از مذاهب یهود و فرقه های یهود مثل ناتوری کارتاها، مثل ساتمار، مثل لاوی تاهور، خب اینها ضد صهیونیستن و چقدر رژیم صهیونیستی اینا فشار میاره. همین یهودیان لاوی تاهور در جالبش اینه که خیلی از این فرقه ها در آمریکا و کانادا زندگی میکنن، مثلا لاوی تاهور در کاناداست، ناتوری کارتا در آمریکا زندگی میکنن و خیلی هاشون هم بارها به ایران و کشورهای دیگه سفر کردن و خودشون رو مخالف ساختار اسرائیل معرفی، بله، کردن. از قضا خیلی هم دین محورن، یعنی آن چیزی هم که تحت عنوان ارتدوکس شناخته میشن. خب جالب اینجاست مثلا همین لاوی تاهورها درخواست پناهندگی به ایران دادن که آقا ما میخوایم بیام تو ایران زندگی کنیم، ما تو ایران بهتر میتونیم دینمون رو حفظ بکنیم تا تو کانادا، تا تو اسرائیل، تا آمریکا یا هر جای دیگری. و سوال من اینجاست چرا اینا نمیخوان بره عربستان سعودی؟ چرا میخواد بیا تو ایران زندگی بکنه؟ و دولت کانادا اجازه نداد، سنگ اندازی کرد. مردم کافیه تو گوگل اسم اینا رو سرچ کنه تا ببینید، شما ببینید اصلا چقدر تعجب میکنه، فکر میکنید مسلمانن وقتی حجابشون رو میبینید. به خاطر چی؟ بخاطر اینکه در ادیان ابراهیم این حجاب بوده. حالا این صهیونیستا میخوان بگن آقا نه این نیست، برداشت من از دین یهود این است. خب او باید پاسخگو باشه، عموم مردم اینو نمیخوان. قطعا با توجه به صحبتایی که شما کردید این دشمنی ادامه خواهد داشت. نهایت و پایان این دشمنی کجاست؟ همونطور که اول عرض کردم، نهایت و پایان این دشمنی نیست که یک روزی ما مسلمان نباشیم و حتی بخوایم به نگاه تاریخی ملی خودمون هم پشت پا بزنیم، و یا اینکه این صهیونیست‌ها از آرمان‌های خودشون برگردن. حالت دوم که بعیده، یعنی چنان اینها در کفر خودشون و ظلم خودشون عمیق شدن که امکان بازگشت من بر اینها نمی‌بینم واقعا. و این سو هم ماجرا دور دیگری داره میچرخه، یعنی اینکه این نگاه دشمنی دینی و شیعی اسلامی داره عمیق میشه دیگه، مردم دارن هوشیار میشن دیگه، مردم با یک کلیپ و یک عکس و یک بازی رسانه یا یک عملیات روانی دیگه گول نمیخورن، مردم هوشیار شدن. شما میبینید سر جنگ 51 روزه واقعا به رژیم صهیونیستی تو شبکه اجتماعی فشار اومد، شبکه اجتماعی که با واسطه اونا توش تأثیر دارن دیگه، نمیتونن همه چی رو پنهان بکنن دیگه. شبکه‌ها 4 تا شبکه نیستن که وابسته به رویترز باشن، وابسته به نمیدونم که عموما وقتی نگاه میکنیم عموم اینها توسط صهیونیست‌ها داره اداره میشه که شما بتونید مثلا پیچ این تلویزیون رو بچرخونید این خبر پخش نشه پخش بشه. از داخل رژیم صهیونیست، از داخل مرزهای اسرائیل خبرهای خودسوزی مردم اونجا ریخت بیرون. از داخل مرزهای رژیم صهیونیستی یعنی فلسطین اشغالی میبینیم نامه های خودسوزی و خبر خودسوزی شهروندان اسرائیلی پخش میشه، مثل اون چیزی که سال 2012 بله. اعتراضات مسکن اتفاق افتاد. بله. خب این شکاف ها کجاست؟ ببینید اسرائیلی یک روزی به از نیل تا فرات صحبت میکرده، الان دیوار کشیده دور خودش، میگه امنیتم همینجا حفظ بشه، نیل تا فرات پیشکش، امنیت اونجاش هم حفظ نمیشه، نه خیر نمیشه. حالا اون بحث مجزاست که بلازه امنیتی اینقدر جدی مشکل داره، فقط کافیه مردم دنیا و همین مسلمان ها یک بار حواسشون جمع باشه که
با کی دارن میجنگن و درست بجنگن، واقعا اسرائیل متلاشی شده است. میتونیم بگیم که پس بحث دشمنی ایران و اسرائیل بحث عدم وجود و وجوده، یعنی در نهایت این دشمنی یک طرف باید از بین بره، یکی نباید باشه و یکی نباید باشه و آه. اون چیزی که مسلمه طبق آیات قرآنی که به ما رسیده پایانی برای اسرائیل وجود خواهد داشت، نه فقط آیات قرآن بلکه در آنچه که در پیشگویی خود اینها آمده، در پیشگویی خودشون هم وجود داره. بله خودشون هم، شما وقتی نگاه میکنید راجع به ایلام وقتی صحبت میشه مراد از ایلام ایرانه، یا در کتاب تثنیه باب 28 وقتی صحبت میشه مردمی از اقصی نقاط، از اقصای زمین، از نقطه دور زمین مانند عقاب بر سر شما خواهند آمد و این زمانی است که شما دور خودتون رو دیوار کشیدید و همان دیوارها وسیله میشه که شما مفری نداشته باشید برای فرارتون. بعضی از این ارتدوکساشون میگفتن به این سکولارها که بابا شما دارید پیشگویی کتاب مقدس که تورات رو دارید محقق میکنید با این کار، یا مثلا شما برید ببینید یک مقاله هست، حالا دوستان بینندگان عزیز ما سرچ کن تو اینترنت نفرین آیت الله ها، اصلا یک اعتقادی است در بین کابالیست های اینا که آیت الله های شیعه نفرین هاشون بر علیه ما میگیره. خواهم آبادی یوسف در یه برنامه زنده تلویزیونی از مردم اسرائیل خواست که هممون بیاید با هم دیگه ایران رو نفرین بکنیم. خود یوسف مرد. بله. یک سال بله. پیش. خب یک خواهم صهیونیست کابالیست گفت بیاید ایران رو همه با هم نفرین کنیم، شاید این نفرینه بگیره. ببینید این به کار به کجا کشیده و اینا متوجه اونها هم به اون آخر الزمان و اون آخر ماجرا معتقدن و ترسیدن. اونها هم به این نهایت اعتقاد دارن. پس بله. به یک پایانی برای ما هم در روایتمون هست. وقتی پرسیده شد راجع به دوبار فتنه بنی اسرائیل در سوره اسراء، خدمت شما عرض بشم یکی از روایتی که از آقای امام صادق علیه السلام وجود داره که پرسیدن اینها کیان، حضرت سه مرتبه فرمود والله والله والله، امام معصوم سه مرتبه فرمود والله، هم اهل قوم، اینها ایرانیان. حالا من این بود خودش یک جلسه صحبتیه، خب اما حالا ضمنی اشاراتی شد که این نگاه وجود داره، هم او به ما این نگاهو داره، ما هم به او همچین در واقع نگاهی داریم به صهیونیسم نه یهودیت. ممنون ارائه‌ی پور. مسلما در مورد روابط ایران و اسرائیلی که قبل از انقلاب بوده و دشمنی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به وجود اومده بحث زیاده و سعی می‌کنیم در جلسات مجزایی به این مسئله بیشتر بپردازیم. ممنون. خواهش می‌کنم. منم خیلی خوشحال شدم از اینکه در برنامه شما شرکت کردم. تشکر. در این برنامه متوجه شدیم که دلایل و ریشه‌های دشمنی ایران و اسرائیل نشأت گرفته از تخاصم تاریخی صهیونیست‌ها با ملت ایرانه و بعد از انقلاب اسلامی سال 1357 این دشمنی به اوج خودش رسید. خوشحال میشیم اگه نظرات و پیشنهادات خودتون رو از طریق سایت این برنامه با ما در میان بگذارید. خدا یار و نگهدارتون.